درود بر روزت. سلام سعید جان و سلام بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه ما. درود، میخوای درباره اوکراین صحبت بکنی؟ واقعا این سوالی که من الان گفتم مطرح است که جریان جنگ چقدر جدی است، چقدر تبلیغات توی این جنگ روانی شبیه جنگ سرد را افتاده و اصلا پشت این ماجرا کیست، چیست؟ ببین، جنگ تمام عیار که در یه همچین کشوری و یه همچین منطقه‌ای نمیتونه اتفاق بیفته. اینجا یوگسلاوی با اون وضعیت کشورهای کوچیکی که به جان هم انداخته شدند، چون من معتقد نیستم که اینا به جان هم افتادن بلکه به جان هم انداخته شدند، به خصوص نقش سرمایه‌داران، کلان سرمایه‌داران آلمانی درش بسیار بسیار زیاد بود. این دیگه تمام تاریخ نویسا دیگه سرش توافق دارن، چه چپ چه راست. یه همچین اتفاقی بین اوکراین و روسیه با این ابعادی که داره نمیتونه بیفته، ولی مثل سال 2013-14 و وقایعی که اتفاق افتاد و بعدش درگیری‌هایی که در مناطق روس زبان، به قول اینها روسوفون، اتفاق افتاد، اون همیشه ممکنه. و یکی از نقاط چرکی هست که هی دائما هی آبسه میکنه، بزرگ میشه و معلوم نیست که میخوان چجوری این رو حل بکنن. و یکی از جاهایی است که تشنج درش اتفاقا اجازه میده از یک طرف به پوتین که احساسات ناسیونالیستی مردم خودش رو تقویت بکنه و از طرف دیگه این طرف باعث میشه که احساسات ضد روسی بخشهایی از اوکراینی ها رو هی شدیدتر و شدیدتر بکنه و زمینه رو فراهم بکنه برای پیوستن این کشور به ناتو. فراموش نکنیم که مردم اوکراین که در همه پرسی 1991 وسیعاً بالای 90% رأی دادن به اینکه استقلال پیدا کنه از روسیه، بجز کریمه، یاد اون باشه، بجز شبه جزیره کریمه که با اکثریت بزرگ علیه این استقلال اوکراین رأی داد و معتقد بود که مردم کریمه همون موقع 1991 میخواستن که توی روسیه باقی بمونن. یه وضعیت ویژه‌ای داره کریمه که به جای خودش باید بس کرد. ولی این تشنجی که ایجاد شده و به خصوص از وقتی که روس‌ها کریمه رو الحاق کردن به خودشون، خب این مسئله حل نشده و با وجود قراردادها و معاهده‌هایی که بسته شده، دائما این معاهده‌ها و قراردادها از طرف یکی از طرفین زیر سوال رفته و به نظر میاد که همه احتیاج دارن به اینکه این تشنج اینجا باقی بمونه که برای منافع خودشون استفاده بکنن. و جالب اینجاست، الان بیش از 7 سالی که در اینجا بحران هست. ببینید، بعضی وقتا خوب آدم یه یاداوری بکنه که چه اتفاقاتی افتاد و مسائل چجوری اصلا به اینجا رسید. آره، قبل از اینکه بپردازید به بک‌گراند ماجرا و اینا، الان آیا در میان تمام دولت‌های غربی یک نظر وجود داره؟ مثلا در ناتو همه موافقن اون خط غالبی که داره پیش میره، یا اونجا واقعا اختلاف نظر وجود داره؟ ببین، در مجموع در این که در مقابل تعرضی که الان از طرف پوتین داره صورت میگیره باید ایستادگی کرد، اتفاق نظر وجود داره. ولی در این که چجوری باشه اختلاف باعث کرد و آیا از این باید استفاده کرد که روسها رو ایزوله کرد یا برعکس باید وارد دیالوگ با روسها شد و سعی کرد که یک، به قول فرانسوی‌ها، یه موجوس ویواندی پیدا کرد، به طور غیر لاتین‌ها یک شرایطی برای همزیستی مسالمت پیدا کرد، اختلافات خیلی شدیده. در ظاهر اینکه آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها پشت سر رهبری آمریکا در ناتو ایستادن و به خصوص بعضی از وزرای امور خارجه‌شون هر حرفای خیلی تند می‌زنن، چون هم در فرانسه و هم در آلمان وزرای امور خارجه‌ای که هستن ضد روس هیستریکن، به خصوص وزیر سبزها که الان وارد دولت تشکیل دهنده دولت جدیدن و خانم وزیر امور خارجه شده از طرف حزب سبز، یک پرو آمریکایی، یک آتلانتیس، یک پروناتویی هست که اصلا آدم باورش نمیشه که این از حزب سبز اومده که طرفدار همزیستی و پاسیفیسم و غیره این حرفا بودن. سبزها تبدیل شدن به یک نیروی کاملا جنگ طلب و در آلمان بدترین نوعش رو ما الان در وزیر امور خارجه سبزا داریم می‌بینیم. و باید گفت که شولتز نخست وزیر خیلی خیلی آروم‌تر هست از وزیر امور خارجه سبزها، با وجودی که اون سوسیال دموکرات و اینا. اینه که
وزرای امور خارجه رو بذاریم کنار و سیاست‌های عمومی رو نگاه بکنیم، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها که یادمون نره بعد از درگیری‌های سال‌های 2013-2014 و اینا قرارداد مینسک رو اونا امضا کردن و اونها بودن که جلوی وخیم شدن اوضاع رو گرفتن. اون موقع واقعا خطر این که روسا حمله بکنن و اشغال بکنن اوکراین خیلی جدی بود، به واقع جدی بود، یعنی صبر همه تموم شده بود و این حرکاتی که به خصوص دستجات شبه فاشیست میکردن در اوکراین همه خون همه رو به جوش آورده بود. ببین نباید یادمون بره که نیروهایی که در اوکراین عمل میکنن از چه جنسی هستن و نباید یادمون بره که این نیروهایی که الان این جدایی طلبای روز زمانی که در شرق اوکراین هستن در که خودشون ناسیونالیست هایی هستن که توشون دسترسی افراطی فراوان پیدا میشه از جنس خود پوتین و در اوکراین هم در مقابل اون نیروهای دسترسی افراطی و کاملا فاشیست. مثلا یک گروه شبه نظامی درست شده بود به اسم دیویزیون آزوف، آرم دیویزیون آزوف صلیب شکسته بود، یه ذره این ورانش کرده بودن و اینها رسما از فاشیستای آلمانی حمایت میکردن، یعنی توی یک گفتارشون غیرشون این مسائل نژادپرستانه ضد اسلام ها رو می آوردن با گفتن اینکه ما نیستیم. و این گروه آزوف خب چی شدین؟ اینایی که تو اون جنگا اومدن به اصطلاح میهن پرستانی بودن که از اشغال خاک اوکراین توسط نیروهای اشغالگر روس میخواستن دفاع بکنن و همه هم میدونستن که اینا فاشیستن، میگم علامتشون اصلا از صلیب شکسته بود. چه اتفاقی براشون افتاد بعد از این تشنج؟ سواله، من این سوال بود که خودم کردم که راستی این دیویزیون آزوف چی شد؟ این دیویزیون آزوف تبدیل شد به یک گردان آزوف و گردان آزوف رفت توی ارتش اوکراین، یعنی یکی از گردانهای ارتش اوکراین که الان در مناطق شرقی دا جدایی طلب و مبارزی میکنه متشکل هست از فاشیست های گروه آزوف، فاشیست هست، هیچ تعارف هم ندارن و اونجا هستن و به عنوان یه بخش در واقع ارتش اوکراین در مقابل این جدایی طلب ها هستن. شما فکر میکنید که بیرون از دوربین های تلویزیون و به دور از چشمه به اصطلاح اغیار اینا چکار میکنن اونجا؟ یا یه فاشیست اوکراینی در مقابل یک نیروی روس جدایی طلب منظر شما چه کارایی رو میکنه؟ خب معلومه دیگه، وحشیگری و جنایت و بزن و بکوب غیر است. نکته دیگه که وجود داره اینه که چرا الان انقدر تند شده؟ به نظر من انتخاب بایدن به ریاست جمهوری یکی از عواملش تشدید تشنج بود. یادمون نره که پسر بایدن توی رسوایی مالی بسیار بزرگ توی اوکراین اسمش اومده بود. اگه یادتون باشه ترامپ فشار شدیدی می آورد به دولت اوکراین که آقا اسناد این رو به ما بده، اسناد این رو بده. پسر بایدن که اصلا نمیدونه نفت چیه، نه گاز چیه، نه نمیدونم پترول چیه، فرق بنزین و گاز رو به نظر من ممکنه ندونه، یهویی شده بود معاون بزرگترین شرکت گاز اوکراین با $500,000 حقوق و با سهامی که بهش هدیه شد برای اینکه ایشون لطف بفرمایند و برون اونجا. خب این فساد مالی که اونجا هست و ترامپ هم شلوغش میکرد به سبک خودش پشتش یک واقعیت هم بود، یعنی منافع مالی خانواده بایدن در اوکراین مسئله جدیه و این مسئله انتخاب بایدن یهویی تشنج رو توی این منطقه برد بالا. برای اینکه ترامپ فشار اشتیش گذاشته روی چین و یادتون هست که دائما از پوتین تعریف میکرد خوشش میواد، غیر درگیری با روزها رو آورده بود پایین. این دموکرات ها بودن که با مسئله اتهام دخالت کردن روزها در انتخابات 2016 و اینها علیه هیلاری کلینتون فتیله درگیری با روزها رو برده بودن بالا. روی کار اومدن بایدن، شما یادتون هست که اولین مصاحبه‌ای که بایدن کرد راجب روسیه چی گفت؟ گفت پوتین قاتله، He's a murderer، از این واژه استفاده کرد. معلوم بود که این میخواد تشنج رو بالا ببره، معلوم بود که نفعش در این هست که این تشنج بالا بره و علارغم این که چالشی که الان در مقابل هژمونی آمریکا هست از جانب روس‌ها نیست، درجه دوه، چالش در مسئله چینی هاست. این رو هم گزارش های پنتاگون میگه، هم گزارش های وزارت امور خارجه‌شون میگه، هم گزارش های اقتصادی این رو تایید میکنه. چالش اصلی در مقابل هژمونی آمریکا که به شدت تضعیف شده رو من برمیگردم بهش و اتفاقا این جریان اوکراین به جای اینکه نشون بده که این تشنج در اوکراین به جای اینکه نشون بده که هژمونی آمریکا تقویت شده بازم داره نشون میده که هژمونی آمریکا تضعیف شده و به ظاهر قضیه نبرد نگاه کرد. آمریکایی ها بجز نیروهای حتی نتونستن در این مورد ویژه
من پاسخ بدم، ادامه بدم در پاسخم به سوال تو رو، این فقط آلمان و فرانسه نیستن که با خط بایدن موافق نیستن، علارغم اینکه در ظاهر ازش حمایت میکنن، بلکه حتی کشورهایی مثل رومانی و بلغارستان هم اعلام کردن که در صورت درگیری نظامی بین ناتو و روسیه نیروهای نظامی خودشون از ناتو خارج خواهند کرد. اونا نمیخوان که کشورشون بشه محل درگیری به چکمه های آمریکایی و چکمه های روسی، و این رو با صدای بلند گفتن. وقتی رومانی و بلغارستان که در واقع نوچه های آمریکا هستن توی ناتو به خودشون اجازه میدن که یه همچین ادعایی رو بکنن، که البته مطبوعات و رسانه‌های بزرگ اصلا سرصداش در نیاوردن، یه گوشه توی خبرها در واقع این رو مطرح کردن که این دو کشور یک همچین موضعی رو گرفتن. چنین موضعی در موقعی که تشنج داره بالا میره خیلی مهمه و نشون میده که واقعا اینطوری نیست که آمریکا سوت بزنه همه اینا به خط بشن. تکرار میکنم، برخلاف ظاهر قضیه، برخلاف این جبهه واحدی که به نظر میاد دموکراسی های غربی در مقابل اتوریتاریسم روسی در اوکراین آوردن و مدافعان آزادی و استقلال اوکراین هستن، واقعیتش اینه که آمریکایی ها نمیتونن اونجوری که میخوان کارشون رو پیش ببرن و فقط و فقط اون بلوک آنگلو ساکسون هست که مثل همیشه پشت اونها وایساده. موضع انگلستان عین آمریکاست و الان شما نگاه بکنید آمریکایی ها انگلستان و لهستان سلاح‌های سنگین دارن میدن به اوکراین، دارن جو نظامی رو، تشنج نظامی رو با این کاراشون به شدت دارن بالا میبرن و این بلوک آنگلوساکسون‌ها که در این مورد ویژه لهستانی‌های 100% ضد روس رو با خودش داره، داره کارهای خودش رو میکنه، ولی به هیچ وجه کشورهای بزرگ غربی دیگه درش دخالت نمی‌کنن. نه، حتی آلمانی‌ها که گفتن نمیگیم، اما کیف داره فشار رو میبره روی آلمان ها بالاتر که اونها هم بدن. حتی من امروز خوندم توی دویچه وله که رسما یک لیست تسلیحات لازم رو دادن به آلمانی ها و از طریق آمریکایی ها دارن فشار میارن به آلمان ها که این رو انجام بدن، ولی اونها بسیار بسیار محتاطانه دارن به این مسئله نگاه میکنن. قضیه خیلی پیچیده هم است، برای اینکه همه چی به هم گره خورده. الان مسئله لوله گاز نورد استریم 2 هم هست که پرو آمریکایی ها به خصوص سبزها، حزب سبز آمریکا آلمان اینو دارن جلوش رو میگیرن که انجام بشه و رابطه گازی بین روسیه و آلمان رو دارن زیر سوال میبرن. حتی سبزها دارن پیشنهاد میکنن که از آمریکا گاز مایع بخرن به جای اینکه گاز روسیه رو وارد بکنن که بین 30-40% گرونتره. یعنی مسئله منافع اقتصادی رو هم فدای این دیپلماسی پرو آمریکایی خودشون دارن میکنن. خیلی قضیه پیچیده‌ایه، ولی ببینین اصل قضیه جای دیگه است. اصل قضیه اینه که به دنبال اتفاقاتی که در میدان افتاد در نوامبر 2013 تا فوریه، اون درگیری‌هایی که شد، همه بازم یادشون میره که اتفاقاتی که در اوکراین افتاد و دولت ساقط شد، دولتی ساقط شد که درسته که پرو روس بود، یعنی مطرح میکرد که طرفدار دوستی با روسیه است و نمیخواست توی ناتو هم بیاد، ولی در یک انتخابات کاملا آزاد انتخاب شده بود. دولت یانوکوویچ توسط در یک انتخابات کاملا آزاد که مورد تایید ناظرین اروپایی بیطرف قرار گرفت، هیچ کس نگفت که در اون انتخابات تقلب شده، ولی بعد از اینکه این روی کار اومد و توی برنامه انتخاباتیش هم اعلام کرده بود که برای اینکه با روس‌ها همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه، یه سری خواسته هایی رو که اونها دارن رو پذیرفته و فکر میکنه که به نفع اوکراینه. 3 محور داشت این خواسته هایی که روسا داشتن و این دولت یانوکوویچ پذیرفته بود. یکی این بود که اوکراین بیطرف بمونه نسبت به ناتو، مثل فنلاندی ها که اعلام کردن وارد ناتو نخواهند شد و ترجیح میدن که در این مسئله بلوک های غرب و شرق بیطرف بمونه. دومیش این بود که زبان روسی برای نزدیک به 40% مردم اوکراین که روسی تبار هستند یا روسی خانواده های روسی تبار دارند و از زبان روسی دائما استفاده میکنند، به عنوان زبان دوم به رسمیت شناخته بشه و اجازه استفاده از زبان روسی در ادارات و مؤسسات داده بشه. سوم، و این خیلی مسئله مهمی بود، اجاره بندر سباستوپول که مرکز نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه هست، اجاره داده بشه تا 2042. سر این دو بند
نه اولی، چون اون موقع اکثریت قاطع مردم اوکراین طرفدار این بودن که نباید وارد ناتو شد، ما نباید در این وارد درگیری روس ها، فدراسیون روسیه و ناتو بشیم. ولی توی دو بند دیگه، حفظ زبان روسی به عنوان زبان دوم و تمدید اجاره بندر سواستوپول، دستجات نئوفاشیست به میدون اومدن. دعوا رو اونا سر این شروع کردن، حمله کردن به پارلمان چون می‌خواستن رأی بدن به این. صحنه‌هاش الان توی تلویزیون است، توی یوتیوب هست، می‌تونید برید ببینید. حمله کردن، کتک زدن نمایندگانی که داشتن به این رأی می‌دادن و خلاصه علو گرفت و این نارضایتی که وجود داشت رو خالی کردن روی مسئله. و به فاصله 4 ماه دولتی که توسط یک انتخابات آزاد انتخاب شده بود سقوط کرد و دولت‌های غربی هم قشنگ به رسمیت شناختن این اوضاع رو که هیچی. آدمای مثل برنارد هانری لوی و غیره و این روشنفکران جنگ طلب رو فرستاده بودن اونجا که آتش به پا بکنن. آمریکایی‌ها خلاف نظر فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها، تکرار می‌کنم، آمریکایی‌ها خلاف نظر آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها مداخله کردن در میدان و اون جمله معروف رو حتی ضبط شد که پخش شد که خانم نولاند که اون موقع سفیر آمریکا توی اوکراین بود، وقتی بهش گفتن آقا این کاری که شما دارید می‌کنید اروپایی‌ها باش مخالفن، گفت فک یوروپ. این رو قشنگ گفت، به جهنم اروپا. این در واقع توی اسنادی که راجع به اون دوره تشنج در میدان هست در کیف این ثبت شده است. یعنی آمریکایی آتش بیار و حرکه بودن اونجا و دولتی رو که با انتخابات آزاد انتخاب شده بود ساقط کردن. وقتی از اون برای آمریکایی‌ها موافقن با انقلاب، وقتی از طرف دیگه است میگن که انتخابات شده، مشروعیت داره، فلان داره، غیره داره، کوبا، کره، فلان، همه اینا رو میکشن وسط، چرا انتخابات به سبکی که ما می‌خوایم پیش نمیشه؟ ولی اونجایی که انتخابات به سبکی هم که اینا خواستن شده، ولی دولتی روی کار اومده که این سه شرط رو داره با روسا ادامه میکنه، اینا ساقطش کردن. و از اون موقع تا امروز تشنج در این کشور پایان پیدا نکرده، چون روس‌ها که از اوکراین به این سادگی نمیذارن، نه به خاطر اینکه، نه فقط به خاطر اینکه واقعا به لحاظ استراتژیک براشون مهمه، روابطی که بین این دو کشور وجود داشته و آمیختگی هایی که بین این دو کشور و مردم این دو کشور وجود داره بسیار بسیار بالاتر از اون هست که هیچ رهبری در روسیه میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، هر چی باشه، نتونه بی توجه به اون باشه. و به خصوص این که 20% مردم این کشور رسما روسن و بخش بزرگی از اونها پاسپورت دارن. مسئله ای که وجود داره اینه که اوکراین دقیقاً به خاطر همین تشنج و به خاطر فساد وحشتناکی که در دستگاه دولتی و کلان سرمایه‌داران اونجا در همه جناح‌ها بوده، پرو روس و پرو غرب نداره، همشون فاسدن. اولیگارکایی که در اوکراین روی کار هستن، روی کار بودند و روی کار هستن، همشون از فاسدترین آدم‌هایی هستن که در دستجات سیاسی هستن که شما می‌تونید در اروپا پیدا بکنید، همش بدون استثناء. و این درگیری بین اولیگارک‌های پرو غربی و پرو روسی خودش رو در این ماجرا هم داره نشون میده. در مسئله فساد هم رقیب هم دیگه، هیچ کدوم بهتر از این نیستن، به قول معروف هر دو بدترن. این یک واقعیتی که اونجا هست. اون وقت این آقای زلنسکی که الان پرزیدنت شده، میدونی که مجری یک برنامه کمدی بود توی تلویزیون، در تلویزیون یکی از فاسدترین اولیگارک‌های پرو غرب اوکراین به اسم مولویسکی، این آدم واقعا دست بالا رو در سیاست اینها گرفت از طریق تلویزیون های خودش و از طریق تبلیغات وحشتناک ضد روسی که اونجا پخش میکرد و احساسات مردم رو تحریک میکرد. و این زلنسکی که با شعار مبارزه با فساد اومد و اون دستجات قبلی رو بیرون کرد، خودش وابسته یکی از فاسدترین اولیگارک های در واقع اوکراینی هست. دعوا سر لعاف ملا هم هست این وسط. یادمون نره که رئیس جمهور قبلی که پروغرب بود مطرح کرده بود که سلطان شکلات بهش میگن اونجا، چون تمام شکلات سازی بود، مطرح کرده بود که من وقتی رئیس جمهور بشم تمام این چیزایی که در تحت مالکیت خودم هست رو میزن و واگذار میکنم به دیگران و که به هیچ وجه چیز منافع نیفته، به اصطلاح تضاد منافع نباشه و غیره. ولی وقتی که خودش رئیس جمهور شد، نه تنها اونا رو به کسی دیگه واگذار نکرد، بلکه چندین و چند شرکت و کارخونه تولید کننده شکلات هم تو این فاصله خرید و تبدیل به یک واقعا سلطان که چه عرض کنم، تبدیل به ارشدترین و مطلقترین سرمایه‌دار این هیته شد، به اضافه اینکه چیزای دیگه هم گرفته بود. یعنی میخوام بگم در فساد و در رقابت بین این دو جناح هر دو بدترن، هر دو فاسد دارن. ولی تشنج رو غربی ها را انداختن اونجا. تشنج از وقتی شروع شد که این انتخابات با ادامات میدان زیر سوال رفت، رسید به جایی که
اونها هم از اون طرف هم پوتین با شیوه خودش به شیوه کاملا غیر دموکراتیک در واقع با مسلح کردن جدایی طلبهای روس اون منطقه رو به آشوب کشوندن، کریمه هم با انتخابات گرفتن، کریمه وضعیت ویژه‌ای داره، من الان وارد وضعش نمیشم واقعا سر اینکه مردم کریمه چی میخواستن و چی جوری شده و چی جوری بازیچه این درگیری های این جناح ها هستن اون یه بحث دیگه ایه. ولی از وقتی که روسا کریمه رو گرفتن طبیعیه که و این با مخالفت همه کشورهای غربی روبرو شد، این بار یک دست بودن، روشنه که تا وقتی تکلیف این روشن نشه روابط بین فدراسیون روسیه و کشورهای غربی نمیتونه آروم بشه و هر لحظه میتونه این تشنج بالا بره، بسته به اینکه کدوم جناح چه منفعتی رو در اون لحظه ویژه داشته باشه این فتیله درگیری رو اینجا بالا میبرن یا پایین میارن. بایدن روی کار اومدنش به نظر من بسیار بسیار مهم بود که این فتیله رو برد بالا و این تشنج رو در اونجا ایجاد کرد. هی صحبت از این میکنن که مانور نظامی روسا با ابعاد بسیار بزرگ در اونجا داره صورت میگیره که درسته، ولی نمیگن که قبلش مانورهای دول ارتش اوکراین اونجا بود و به تکتیراندازهای ارتش اوکراین اجازه داده شده بود که خلاف مقررات قرارداد مینسک و قراردادهای فرمت فرمای نورماندی، اینا بهش میگن فرمت نورماندی که به ابتکار فرانسوی ها و آلمانی ها بود، دست به عملیات جزئی نظامی بزنن. قرارداد مینسک که با ابتکار آلمان ها و فرانسوی ها بود و مورد تایید آمریکایی هم قرار گرفت، قرار بود که وضعیتی رو ایجاد بکنه که به یک کشور، این مناطق شرقی روس زبان اوکراین، نوعی خودمختاری بهشون داده بشه، انتخابات جدید در اونجا بشه و این مقاماتی که نوع خودمختار دارن رو مردم خودشون انتخاب بکنن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد ارتش اوکراین دوباره کنترل مرزهای اوکراین با روسیه رو به دست بگیره. اینا چیزایی بود که مفادی بود که توی توافقنامه در واقع مینسک روش توافق شده بود. کاهش حضور نظامی از دو طرف، اعطای وضعیت نیمه خودمختار به لوگانسک و دونسک، حق انتخاب زبان روسی به عنوان زبان رسمی و بعد بازگشت ارتش اوکراین به مرزهای اوکراین روسیه. این مفاد مورد توافق نیست بود. هیچ کدومش رعایت نشد. نه تنها نشد، دولت اوکراین قانون گذروند و زبان روسی رو حذف کرد. به جای کاهش حضور نظامی در این قسمت ارتش اوکراین چندین و چند برابر کرد نیروی خودش رو، سلاحایی هم که از غربی‌ها گرفته بود مستقیما منتقل کردن به قول خودشون به جبهه شرقی و مسئله اعطای نیمه خودمختاری به لوگانسک و دونسک هم به هیچ وجه در هیچ لحظه‌ای روی میز نیومد که راجع به صحبت بشه. یعنی اگر به زبان دیپلماتیک بخوایم صحبت بکنیم، اگه اون چیزایی که اون پشت سر هست رو نخواهیم ببینیم، به لحاظ به اصطلاح قراردادی و معاهده های بین المللی بخوایم بهش نگاه بکنیم، تشنجی که در این دوره ایجاد شده قبل از اینکه تقصیر روسا باشه مستقیما تقصیر دولت اوکراین و مستقیما تقصیر زلنسکی هست. زلنسکی در مصاحبه بعد از اینکه روی کار اومد در یه مصاحبه با فاینانشال تایمز گفت قرارداد مینسک و فرمای نورماندی در کما هستن، بهتره فراموشش بکنیم. خب وقتی یه کسی میاد جلو و هم رئیس جمهور اوکراین میشه و یه همچین حرفی رو میزنه مسلمه که دنبال تشنجه. و وقتی هم که بایدن روی اون کار، تا وقتی ترامپ بود این فتیله پایین بود، وقتی بایدن روی کار اومد این فتیله رو بردن بالا و الان این درگیری ها اینجا قرار گرفته. چیزی که ما داریم میبینیم یک بار دیگه بحران اوکراین داره نشون میده که درگیری قدرت های بزرگ امپریالیستی که الان باید روزها و چینی ها هم جزء این قدرت های امپریالیستی به حساب آورد، هرچند از نوع دیگه ولی قدرت های امپریالیستی هستن، درگیری های این قدرت های امپریستی که نمیتونه به جنگ مستقیم بین اینها باشه و درگیری های مستقیم بین اینها باشه، از طریق جنگ های نیابتیه. قرعه به نام اوکراین افتاده که در اروپا این جنگ نیابتی بین این قدرت ها رو اونجا میخوان به جلو ببره و این مردم اوکراین هستن که دارن تقاص این رو پس میدن. در طول 10 سال گذشته 7 میلیون نفر از جمعیت اوکراین کم شده. مردم اوکراین، اون همه اون کسانی که میتونن امکانی ندارن که در خارج زندگی کنن، دارن از اوکراین میرن. بخش بزرگی از روشنفکرها و مغزهای اوکراینی مهاجرت کردن رفتن. 1 میلیون مهاجر روحانی الان در روسیه هستن که کاملا جذب این کشور شدن. نزدیک 900 هزار نفر در لهستان هستن. 7 میلیون نفر روی یک کشوری که 43 میلیون جمعیت داره. این مسئله خیلی مهمه. تازه من میگم 7 میلیون رفتن، جمعیت کریمه جزوش نیست، اون به جای خودش. 7 میلیون نفر از اوکراینی ها، سرزمین اصلی اوکراین،
از این کشور رفتن. وضع اقتصادی این کشور، سطح اقتصادیش هنوز به سطح دوره شوروی نرسیده. هنوز تولید ناخالص ملی اوکراین بعد از 30 سال به حد 1991 نرسیده. تازه پارسال 2021 از مرز 200 میلیارد دلار این تولید ناخالص ملیش رد شد که 25%، اینجوری که اقتصاددان میگه من چک نکردم، کمتر از اون چیزی هست که در سال 1991 بوده. یعنی استقلال اوکراین با خودش برای مردم اوکراین رفاهی رو که انتظار داشتن نیاورده. در نتیجه سطح ناراضی بودن تو اینها بسیار بالا هست و طبیعیه که این دولت‌هایی که روی کار میان، که گفتم همشون پشتشون اولیگارکای فاسدی هستن که یکیشون رو نخش رو روسا میکشن، یک سریش رو آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها و غیره میکشن، اینها از هر فرصتی استفاده میکنن که این عدم کفایت خودشون و این کثافت‌کاری‌های خودشون، دزدی‌های خودشون رو در جای دیگه خالی بکنن و با دامن زدن به احساسات ناسیونالیستی و با ادبت کینه هایی که بین این مردم میتونن ایجاد بکنن، درست مثل یوگسلاوی، آتش جنگ رو اینجا بالا ببرن، تشنج رو بالا ببرن که چیز نشن، در واقع این کثافتکاری های اونها پنهان بمونه، یه پرده ساتری برای اونها باشه. ولی پشت این دودی که اینجا به هواست، ما رقابت کشورهای امپریستی به وضوح داریم میبینیم. ضمناً چینی ها که معمولا ساکتن و در این چیزا دخالت نمی کنن، با مسافرت پوتین به پکن و ملاقاتش با شیپینگ صراحتاً و با قدرت اعلام کردن که از خواسته های روسیه برای حفظ امنیت خودش و عدم مداخله کشورهای دیگر در امور داخلی خودش با تمام قوا حمایت میکنن. این اولین باره که چینی ها با یک همچین صلابت و با یک همچین صراحتی از مواضع روسیه در درگیریاشون تو اروپا دارن حمایت میکنن. آفتاب آمد دلیل آفتاب. تشنج بین قدرت‌های امپریستی و تقسیم جهان بین مناطق نفوذی که اینها دارند، خیلی کلاسیک مثل امپریزم دوران اول قبل از جنگ جهانی دوم، به وضوح جلوی چشم ما داره اتفاق میفته و تشنج بین قدرت‌های امپریستی اثبات این هست که ما واقعا وارد یک جهان چند قطبی شدیم و این مردم اوکراین مثل مردم کشورهای دیگه که این جنگ‌های نیابتی، این درگیری‌های نیابتی توشون اتفاق می‌افته، دارن هزینه این درگیری‌ها رو می‌دن. و نگاه کردن از روی مسائل دیپلماتیک، معاهده‌ها و غیره ثانویه. میشه راحت اثبات کرد، همینجوری که من الان بهتون توضیح دادم، قرارداد مینسک زیر پا گذاشته شده. خب ولی پوتین هم توی کریمه قرارداد بین‌المللی زیر پا گذاشت. خود روس‌ها اون رو داده بودن در دوران خروشچف به اونجا و در دو نوبت این استقلال اوکراین با وجود کریمه رو به رسمیت شناخته بودند. یکیش در سال 1994 هست که موقعی که خلصدای هسته‌ای اوکراین که با روسا باید انجامش میدادن و اون قسمتی از زرادخانه هسته‌ای شوروی رو که در اوکراین بود میخواستن از بین ببرن، با شناسایی کریمه به عنوان بخشی از اوکراین توأم بود و 3 سال بعد از اون در 1997 عهدنامه همکاری روسیه و اوکراین که بسته شد، کریمه رو جزو در واقع اوکراین به حساب می آورد. یعنی دو طرف معاهده رو زیر پا می زنن، دو طرف هر وقت که لازم هست بهش اتکا می کنن، هر وقت که لازم نیست اون رو زیر پا می زنن و به قول معروف توی این چیزا جایی برای نازک‌دلی نیست، اینا منافع خودشون رو دنبالش می گردن. ولی در این، من که صحبت هم تموم بکنم، در این لحظه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم و در این تشنجی که الان ایجاد شده، به واقع دست آمریکایی‌ها و دست شخص بایدن، یعنی دولت کاخ سفید، این جناح از دموکرات‌ها به وضوح درش دیده میشه. هیچ دلیلی وجود نداشت که این تشنج یهویی علو بگیره و این مسائل به این شدت بره جلو اگر مداخله آمریکایی‌ها و شخص بایدن در این مورد نبود. فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها اینو میدونن، برای همین هم است که دنبالش نمیرن. از اون ور بوریس جانسون که میدونید در وضعیت بسیار ناهنجاری هست الان به خاطر جشن‌هایی که در دوره قرنطینه گرفته و مردم انگلیس اینجور چیزا رو خیلی سخت میبخشن، الان به مورد چالش قرار گرفته، اونم داره فرافکنی میکنه برای اینکه مسائل رو، حواس مردم رو پرت بکنه، رفته پشت بایدن و بیشتر از اون، حتی میگن شاه بخشیده ولی شیخ علی شاه نمیبخشه، اونها بیشتر دارن تند و تیزی میکنن و غیره میکنن که دو سه مورد فرانسوی و آمریکایی ها یک سیلی های رو به این آقای جانسون زدن، بهش گفتن که تو بهتر وایسی که ارباب در واقع صحبت بکنه، و این توی زبان دیپلماتیک خیلی خشن بودن. برای من جالب بود که این فرانسوی ها به خصوص وقتی که مسئله مداخله انگلیس مطرح شد با یه اشاره دست گفتن اونا که آدم نیستن، در واقع از وقتی هم که از اروپا رفتن قدرتشون کمتر شده، حالا فرصت پیدا کردن برای اینکه عرض اندام بکنن، مهم نیست. بجز اونها
که اولا به طور استراتژیک وابسته به آمریکا هستند و این جهان آنگلوساکسون یه قطب جدیدی رو در این افول هژمونی آمریکا داره تشکیل میده که آمریکایی‌ها بیشتر روی اون میخوان بایستن تا ائتلاف‌های دیگه. بوریس جانسون هم داره این وسط خودش رو نشون میده. ولی از اینها که بگذریم، در شرایطی که ما الان هستیم، این تشنج رو آمریکایی‌ها هستن که دارن دامن میزنن و پوتین هم با اون خواسته‌های ماکسیمالیستی که مطرح کرده در خودش رو در وضعیت سختی گذاشته. چون میدونیم تمام درخواست‌هایی رو که کرده بودن ناتو بهش جواب منفی داده و اینکه در مورد پیوستن اوکراین به ناتو تمام قول‌هایی رو که یک بار به گورباچف داده شد و یک بار به یلسین داده شد و این در خاطرات هم بیکر وزیر امور خارجه وقت آمریکا در اون دوره و هم برژنسکی مشاور هم دولت‌های جمهوری‌خواه هم دولت‌های دموکرات و صراحتاً گفته بودن که این قول عدم پیوستن داده شده بوده رو زیر پا گذاشتن، در این تردیدی نیست. قرارداد میس رو هم زیر پا گذاشتن، ولی من سعی کردم این رو بگم که اینها بهانه است. در مناسبات بین امپریالیست ها قراردادها هیچ اهمیتی ندارن، به راحتی میتونن اینا رو پاره کنن. بعد پشت سرش رو نگاه کرد که به نظر من الان آمریکایی ها از این مسئله اوکراین دارن استفاده میکنن که مسئله هژمونی خودشون در اروپا رو دوباره زنده بکنن با نشون دادن خطر خرس روس، روسیه دوباره اینها رو زیر پرچم خودشون بیارن. اما به نظر میرسه که با مشکلات جدی تو این زمینه روبرو هستن. متشکرم.